26 دل و مصادف است به 28 سال روز اخراج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان. 28 سال پیش در همین روز مردم افغانستان توانستند که نیروی 110,000 نفری قشون سرخ شوروی را شکست دهد. حالا اینکه این روز از لحاظ تاریخی، سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی برای مردم افغانستان داشته، باید از ابعاد مختلف بررسی شود. در برنامه کنونی خط کابل به بررسی همین موارد می‌پردازیم. من رازقیار هستم و مهمانانم آقایان حلیم تنویر تاریخ نویس و آقای فضل الله واثق آگاه مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای تنویر، علت شکست قشون سرخ شوروی در افغانستان چه بوده است؟ با عرض سلام به شما و همه بیننده‌های تلویزیون خورشید، خدمتتان عرض کنم که شکست اتحاد شوروی البته ابعاد مختلف داره، ولی ما میخوایم در بخش مسائل افغانی بیشتر صحبت کنم. یک بخش شکست شوروی ها هم مقاومت مردم افغانستان علیه تجاوز شوروی بود. اونا توقع از این نداشتن. در گذشته هم امی خیال امی پروریدن، حتی از دوره امیر شیرعلی خان اونا میخواستن با آبای گرم برن. افغانستان یک مسیر عبوری بود برای روسا. حالا هم که میخواستن به افغانستان بیان، نه تنها ای که اونا میخواستن افغانستان اشغال کنن، بلکه میخواستن با آبای گرم برن. اونا برنامه بسیار وسیعی داشتن. فکر کردن بسیار کار آسان است. حتی در یکی از کتابای خودم نوشته کردن که وقتی ما بریم با آبهای گرم هند، در اوج سرمایه های زیاد است که ما میتونیم غارت غنیمتی بگیریم و روسیه بسیار مرفع میشه. ولی تصور نکردن که افغان ها در برابر هر تجاوزگر میتونه مقاومت کنه. مشکل اساسی در اینجا بود که اونا فکر کردن که اگر ما با 80 میلیارد دلار که ما مصرف کردیم میتونیم افغانستان تحت سیطره خود قرار بدیم، در حالی که نظام دست نشانده شون هم از اونها حمایت میکنه. ولی در پهلوی از دی مقدار بسیار کم کمک هایی که از طرف آقای تنویر، خب مبارزه صورت گرفت از سوی مردم افغانستان و شوروی سابق را شکست دادیم، چرا نتونستیم که خود ما به پای خود استاد شویم و امو پیامت هایی که داشت خود ما استاد شویم و به آینده یک برنامه خوبی را به خود داشته باشیم؟ ببینین، ما دو مشکل اساسی داشتیم. مشکل اول ما عدم تجربه کسایی که در جهت مخالف روسا قرار داشتن و مبارزه میکرد. اونا تجربه اداری نداشتن، تجربه حکومت داری نداشتن. اونا برای آینده یعنی فکر نکرده بودن، کدام استراتژی نداشتن. یعنی شما فکر میکنین که مجاهدین توان اداره را نداشتن و توانش داشتن، تجربهش نداشتن. اونا اصلا فکر نکردن، تنها در راه مبارزه میخواستن که شکست بدن. در نزدیکترین یعنی زمان اینا که میخواستن به کابل هم بیاین، اینا فکر نکردن که ما چی باید بکنیم در افغانستان. فکر کردن که ما قدرت که میگیریم، یعنی قدرت خود به خودی میتونه که توان حکومتداری را به دست میاریم. در حال که اون نبود. افغانستان باید با ابعاد جغرافیایی، تاریخی، حتی مسائل روانی و اجتماعی باید بررسی میشد. مشکل دومشون این بود که تمام گروه های مجاهدین فقط به خاطر کسب قدرت در تضاد و در مبارزه بودن. اینا نمیخواستن که بر افغانستان افغانستان شمول فکر کنن، بلکه اینا فکر میکنن که کدام گروه و یا کدام شخص میتونه اول قدرت به دست بگیره. شما خبر دارین قبل از اینکه اونا بیاین، آقای مجددی و ربانی به خاطر قدرت در جنگ بودن. دو ماه حکومت شما هیچ وقت در تاریخ دنیا نشنیدین که کسی بیاین رئیس جمهور شه و بعد از اون باز بگوین 4 ماه آقای ربانی باشه و 4 ماه از اونو بر 6 سال دوام کنه. این چیزا ابعاد است که اینا به خاطر قدرت زیادتر کار کردن، نه به خاطر از اینکه حکومت داری بر مردم افغانستان بکنن. شما فکر میکنین که مجاهدین نتونست و امو ظرفیت را نداشت؟ ظرفیت داشتن. متاسفانه کسایی که در رأس قدرت بودن، اینا نخواستن که دیدگاه مردم مد نظر بگیرن، با طرفای مقابل و طرفای مخالف تفاهم کنن، دیدگاه ها را با هم یک جای بسازن، یک استراتژی بسیار مدون بسازن برای آینده که ما میتونیم تحت نام نظام اسلامی ما بتونیم یک خب بالا ایره میپذیریم که مردم افغانستان تانست شوروی را شکست بده، ولی فکر میکنین که مجاهدین این ظرفیت نداشت که مدیریت بکنه بعد از شکست شوروی سابق؟ به یقین که نداشتن. اگر میداشتن امروز ما به این مصیبت دچار نمیشدیم. اونا نباید اردوی افغانستان از بین میبردن. در اولین مرحله اردوی افغانستان از بین رفت و او ساختار و ساختار اساسی یا استخوانبندی نظام بود. بعد از او
تمام نهادهای افغانستان به چور شد و غارت غنیمتی هر کس اونها رو تصرف کردن. سپاسگزارم. آقای واثق موافق هستین که مجاهدین افغانستان فکر افغان شمول نداشته و به خودشان فکر میکرد و تلاششانی بود که به قدرت برسه، چیزی را که آقای تنویر گفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم. شکی نیست که ملت افغانستان تقریبا بیشتر از یک دهه مبارزه کردن، همونطوری که جناب استاد گفت، یعنی ملت افغانستان واقعیت مسئولیت ایمانی و وجدانی خود حدا کردن در مقابل ارتش سرخ، ارتشی که تا دندان مسلح بود مبارزه کردن و تا اینکه او را مغلوب ساختندش. ولی این یک بحث تاریخی است که هیچ کسی را کتمان کردن نمیتونه و اگر کسی که را کتمان هم بکنه در واقع خیانت کلانی را به تاریخ افغانستان و به مردم افغانستان دیگه متوجه ساخته است. و این در ارتباط ناتوانی مجاهدین، در این شک نیست که مجاهدین همین ناتوانی و عدم مدیریتشان بود که ما تا به امروز اگر حادثه و اگر بحرانی را که تا به امروز میبینیم هزمو حالت یعنی بکفایتی مجاهدین نشأت میگیره. و این در ارتباط از این که چرا جناب استاد فرمودن که دو ماه حکومت استاد صحبت الله مجددی شکل گرفت و بعدا حکومت استاد ربانی، و باور ما است که من منعیس از این که شاگرد حقوق هستم دیگه در اون وقت نمایندگی ملت افغانستان و رهبرای افغانستان میکردن و در پشاور و آمدن رهبرا و موافقه رسیدن که دو ماه صحبت الله مجددی باید حکومت بکنه و چهار ماه صحبت الله استاد ربانی، و در این شش ماه تقریبا در کابینه از گروه های مجاهدین در اون دوره بودن، زور داشتن، مثلا پست صدارت به آقای حکمتیار رسیده بود و پست وزارت دفاع به جمعیت اسلامی بود و پست وزارت داخله به استاد صاحب و همین رقم وزارت ها بین مجاهدین تقسیم شده بودند. ولی متاسفانه بعد از شش ماه قرار بود باید انتخابات برگزار شود، ولی متاسفانه که یک بحث تاریخی است. شما هم قبول دارین که مجاهدین ناتوان بودند در عرصه مدیریتی؟ عوامل پیشتر استاد هم گفت عوامل گوناگون داشت، یکی که و تجربه که مجاهدین نداشتن نتونستن با هم سازش بکنن، و ثانیاً مداخلات بیرونی هم بود که یارا نمون با هم متحد شون و بتونن یک حکومت شکل بدن. پیشتر گپ ما سر استاد بود که پیشتر اشاره کردن بر ناتوانی حکومت مجاهدین که شکل گرفت که برابری صحبت الله مجددی، از دیدگاه حقوقی حکومت صحبت الله مجددی و سپس استاد ربانی یعنی به اساس توافق نامه رهبرای سیاسی شکل گرفت، یعنی مشروعیت داشت، یک حکومت به اساس مشروعیت شکل گرفته و متاسفانه یک تعداد دیگه که مجاهدین بودن نخواستن حکومت واقعیت شمو شش ماه خدا سپری بکنه و بعد از اون انتخابات است که آزاد که و ما توقعش داشتیم که به دردهای ملت و آرمان هایی را که ملت داشتند، که توقعی را که ملت افغانستان از رهبرا داشتند به اون میرسیدن، متاسفانه نرسیدن. و عواملش اونم جنگ هایی بود که یک نوع ما نمیتونیم عدم مدیریت بگیم، خودخواهی های هم وجود داشت. آقای تنویر، علت شکست روزها واقعا مجاهدین بوده، یعنی مجاهدین اونو را شکست داده، یا نه حکومت وقت، حکومت کمونیستی زمینه را فراهم کرد که باید روزها افغانستان را ترک بکنه؟ خیر، بخش جهاد افغانستان بالکل یک دوره تاریخی خاص است که از اون نمیتونیم انکار کنیم. تمام ملت افغانستان در جهاد افغانستان علیه متجاوز اینا استادگی کردن در تمام جبهات با حفظ سلیقه‌های متفاوتی که داشتن، ولی در یک محور به خاطر از اینکه متجاوز باید شکست بدن. ولی زمانی که اینا میخواستن که حکومت داری کنن، حکومت موقت در راولپندی تشکیل شد و پاکستان اینا رو تحت نظر خود داشت و خواست هم اختلافات در بین رهبرها زیاد بسازه، در این وقت است که اینا تصور نکردن که ما حکومت باید بسازیم. اینا گفتن که ما باید به قدرت برسیم. مشکل اساسی عزیز است. دوم، ضدیت بسیار 100% در برابر نظام مخالف که نظام دکتر نجیب بود، یعنی او حاضر به این بود که باید مصالحه شود، باید آشتی صورت بگیره. خب ما نمیتونیم طرف مقابلم ما به کلی حذف کنیم یا بکشیم، ولی میتونستیم که از دیدگاهشان استفاده کنیم. فکر نمیکنین که این ضدیت هم یکی از اشتباهات بوده در اون زمان؟ بله، چرا نه، یکی از اشتباهات اساسی بود. شما فکر کنید ما در اون وقت ما برای مصاحبه به خاطر دکتر نجیب آمده بودم، نه حکمتیار صاحب، نه مسعود صاحب، نه استاد ربانی.
برای من اجازه دادن که من امرشون مصاحبه کنم. من منیت یک ژورنالیست آمده بودم و من مایوس رفتم. بالاخره دکتر نجیب کشته شد و تمام سوالای من بی جواب موند. یعنی یک بخش تاریخ اونا داشتن، باید از اونا میگرفت. حتی برای من آقای مسعود گفته که او در رئیس خادس، او نمیتونه بر تو جواب بده. من گفتم من مستنطق نیستم، من یک ژورنالیست هستم. اگه من 10% جواب سوالای خود بگیرم، یک بخش تاریخ من میتونم بنویسم. به این خاطر اینا اشتباهات چی کردن که احساسی برخورد کردن، نخواستن که یک ریکانسلیشن، یک آشتی ملی به وجود بیاید تا برای آینده ما برای اولادای خود یک چیز بسازیم. و این مشکل عالم پیامدش شما میبینین. اول طالبا از این موقعیت بسیار استفاده کردن، گفتن که اینا گروه شهر فساد است، نتونستن حکومت کردن و همو بود که به زودترین فرصت آمدن به قدرت. به خاطر چی؟ که مجاهدین نتونستن در بین خود تفاهم کنن. یکی دوم، بعد از اینم که اینا شکست خوردن، بازم در اختلاف زندگی کردن، نخواستن که مساله ملی رو تحت نام اسلام که مردم از اونا استقبال میکرد، او رو نتونستن عملی بسازن. و حال هم که هستک استراتژی تا حال نیستک، افراد آمدن فقط زورگو و قدرت هم میگیرن زیر نام اسلام و این کار غلط است که بالاخره من بسیار متاثر هستم از این که این حالت در افغانستان وجود داره. خب حالا امی، عدم تفاهم در میان رهبران اون وقت، یعنی رهبران جهادی، فکر نمیکنین که حالا بحران را در افغانستان تا اکنون که ادامه داره همون عدم تفاهم ها بوده دیگه؟ به یقین هر قدر که شما یک چیز را جریادار بسازین، درس ها بیشتر میشه. ما چون در یک سنت های بسیار قدیم زندگی میکنیم، اندکترین جرح باعث دشمنی میشه و این دشمنی روز به روز زیادتر میشه. جبا تحت زیر نام قوم، زیر نام زبان، مذهب گرفته میشه و هر کس در اوج منافع داره. هر کس که منافع قدر برتر شمرد، اونا جدا میشن و میخواین که از موضع قدرت طرف مقابل صحبت کنن. سپاسگزارم. پس از میان برنامه کتاب ادامه برنامه را بیننده باشید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای واثق، با توجه به وضعیت کنونی مجاهدین، با توجه به وضعیت زندگی افراد پایین رتبه مجاهدین، اگر ببینیم در وضعیت بسیار بد به سر میبرن، فکر میکنین که رهبران جهادی معامله کردن؟ والا معامله گفته نمیتونیم، قسمی که استاد پیشتر گفتن بازی ها خیلی کلان است. بازی ها هزم دوره که شیرعلی خان میگیریم به پایین، بازی ها منطقه‌ای می شود و تا امروز هم بازی ها ادامه دارد و این بازی ها از سطح افغانستان بالا هست. و امروز اگر مجاهدین ما بینیم داعشی ها می رود، علت همی است که بیشتر کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و یا دخالت دارند و به نوع خواستند. واقعیتش که مجاهدین که با توان قدرت که آمدند پیشتر مشاهده کردیم، اگر واقعیت شما می آمدن نظام اسلامی را شکل می دادن، یک خطر به پاکستان بود. پاکستان دائم یعنی بازیش قسمی بودد که یعنی هم عریف شه بزنه و هم طرف در دستش داشته باشه. با این لاس بازی ابسال کلان است. چی است؟ درست است که نتونستن مجاهدین به او چیزی که بیشتر اشاره کردیم، آرمانهای ملت افغانستان بود، باید مثل با هر انقلابی را میبینیم یک پیامده دارد. مثلا ما انقلاب جمهوری اسلامی ایران را میبینیم و امور رقم انقلابی که در این صورت میگیرد توسط گاندی، ولی بعدا ما میبینیم ثمرات و اثراتی دارد که ملت از او اثراتش مستفید میشه. ولی متاسفانه ایا نتونستن، یعنی باید امنیت، آسایش و آرامش به مردم افغانستان می آوردن پیشتر، یاد کردیم یا یکی از ناکاراییشان بود. یعنی میخواین بگوین که کشورهای همسایه بخصوص آیسای از اینا استفاده کرد؟ آیسای واقعیتش آیسای استفاده کردن چی؟ این یک گپ معمول است در حکومت داری. اگر ما هم امروز توان داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، مثل که دیروز دیگه از ما حکومت های ما دخالت میکرد، مثلا احمدشاه بابا و همی رقم قبل از او سلطان محمود غزنوی دخالت میکنند در امور کشورهای دیگری. کشورها معمول استند دخالت میکنند به خاطر منافعشان، به خاطر منافع مردمشان دخالت میکنند. ولی ما باید چه رقمی رفتار و مدیریت بکنیم، او بحث جدا است. گپ ما میاد اثر از این رهبران نتونستند واقعیتش با هم کنار بیان، تفاهم بکنند و 9 سال مبارزه که با روس کردن، تقریبا در مجموع 14 ساله که ملت افغانستان خون دادن، شهید دادن، آواره شدن و باید میامدن این رهبرا با زخمه های از او مرهم میگذاشتن، ولی نتونستن. و امروز هم که وقتی ما میبینیم که در قدرت هستن و باز هم واقعیت امرمی است که نتونستن دوباره، یعنی روابطش ها را با مقشره که دائم آسیب پذیر بوده
و ما که وقتی از مجاهدین صحبت میکنیم مجاهدین ملت افغانستان بوده. حالا در میدان جنگ مجاهدین موفق شد که روس‌ها را شکست بده، چرا نتونستن در میدان سیاست هم موفق باشن؟ خب امو برمیگردد که یکی تجربه نداشتن، واقعیت شهرم سیاسی شد بود، تا امروز هم پای هم یا در میدان سیاست میبازن و امروز هم اگر واقعیتش مجاهدین بخواه با اون طوری که واقعیتش ملت افغانستان توقع داره اگر یا بیان متحد شوند، خب ملت با امیا هست. چرا نمیخوای مجاهدین؟ خب اصل گپ هم است که نمیتونن وی امیا بنا به خودخواهیایی که دارن، یعنی امو خودخواهی ها حس خودخواهی هایشون باعث میشه یا نمیان در کنار هم قرار بگیرن و ملت و همین کشور از همین حالت بیرون بسازندش. اگر واقعیت شمال مجاهدین بیا در کنار هم قرار بگیرن، خب ملت ما پیشتر گفتیم جامعه ما جامعه مجاهد است. وقتی که ما مجاهد میگیم مجاهدین در دوره انگلیس هم میتونیم صحبت بکنیم، مجاهدین در دوره روس هم صحبت بکنیم، تقریبا 90% مردم افغانستان مجاهد بوده و همین مجاهدین هست، ولی متاسفانه یا نتانستن یا با هم کنار بیان یک حکومت شکل بدن. ما در انتخابات ها هیره میبینیم، در انتخابات ها هر گاهی که یک مجاهدین حامل استاد شده و انتخابات ها برنده شده و امروز هر قدری که دنیای بیرون و عامیان کسایی که هستند در اینجا تکنوکرات هایی که از غرب آمدین میان با همه قدر که مادیاتی که در پشتر از یا دیگه سرازیر است و یا را کمک میکنن و بازم نمیتونن که انتخابات ها برنده شوند، ولی بازم ما میبینیم نقش مجاهدین برجسته است، ولی متاسفانه یا نتانستن بنا به خودخواهی هایشان بنا به حالت هایی که هست یا بتانن کنار بیان و یک حکومت اسلامی را شکل بدن. آقای تنویر، کشورهای بیرونی بخصوص آیس‌های پاکستان چگونه تانست که از رهبران جهادی سوء استفاده کنه، چیزی را که آقای واثق گفتن؟ اول میخوام یک چیز را بسیار خلاص مختصر براتون بگویم که داشته های جهاد همش فراورده ها و زحمت کشی ها و شهادت های مردم افغانستان است. رهبران وسایل بودند که باید اینا را رهبری میکردن در راه خوب، یعنی مردم افغانستان هم خون دادن، نه به خاطر یک تنظیم، نه به خاطر یک رهبر، بلکه اینا به خاطر منافع اسلام و ملت افغانستان کیر ما باید فراموش نکنیم. یعنی ما ایتون نگویم که مردم درایت هزیر نداشت، به مردم موقع داده نشد. خب حالا مردم هم توانمندی شب نشان داد به جهانی ها، تانست که شوروی را شکست بده. ضعف هم حالا چیزی را که آقای واثق گفتن، ضعف هم از رهبرا بوده. پرسش اساسی هم اینجاست، چرا نتونستن، چرا کشورهای بیرونی آمد از اینا استفاده سوء کرد؟ هر کشور بیرونی و کشورهای همسایه ما زیاد توجهشان بیشتر به می بود که از افغانستان من حیث اعزام ازی آتش استفاده کنند. مردم ما با احساسات دینی که داشتن، با ابتهاج ملی که داشتن، اینا میخواستن مبارزه کنند و از اسلحه روسا نمیترسیدن. هیچ نقطه دنیا، هیچ کشور، هیچ سیاستمدار تصور نمیکرد که افغانا با دست خالی رقم مبارزه کنند. یک چیز براتون میگم، یعنی تمام مصارف را که روسا 80 میلیارد دلار مصرف جنگ کردن، در جمعش 1 میلیارد دلار امریکایی‌ها برای مجاهدین کمک کرده. از او 1 میلیارد هم 0.5 میلیارد از ایره که 500 میلیون میشه تنها پاکستانی ها دزدی کردن. یعنی در 500 میلیون هم که بین رهبرها تقسیم شده یک مقدار کم است. ولی ببینید تفاوت ها رو که 79 میلیارد و 0.5 میلیارد و اینا تانستن با همی امکانات کمی که داشتن در سر و سر افغانستان خوب مبارزه کنن. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان و تشکر از حضور و همراهی شما بیننده های عزیز. همچنان تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.